بود، یعنی عطوفت و مهربانیش در مقابل دیکتاتور نبود، در مقابل مردم بود. مردم بودن. دقت کردین؟ بله بله. یعنی ساده زیستیش در بین مردم. اما امروز ای که مطالعه غیر شده از دین و یک چهره غیر ما ترسیم میکنیم از دین، اساس دین نبی مکرم اسلام همچی چیز نیست. اساس دینش الفت است، چون خودش به خاطر الفت آمده. خودش قرآن بیان میکنه اوصافشه پیشتر، لقد جاءکم رسول من انفسکم از خود، عزیز است برای شما خیلی، حتی از چهار اوصاف رو بیان میکنه قرآن در ای آیه. ببینین، عزیزون علیه ما انتم حریصون رؤوفون رحیم، در مقابل کی؟ در مقابل مؤمنین. مؤمنین. تمام آیه را ببینیم، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. چهار اوصاف میاره میگه در مقابلش پیامبر ای بوده، شخصیت والای نبی مکرم اسلام ای است. دین اسلام، دین شمشیر، یعنی پیشرفت اسلام بر حساب شمشیر نبود. یکی از مستشرقین ادعا کردن در یک کنفرانس جهانی که دین اسلام دین عنف و شمشیر زدن و کندن بود. دکتر زغلول نجار استاد بزرگ مصری ساینسدان است، ای گفتن شما بیارین در کجا بوده که ابتدا آغاز غزوه غیر از اینکه حق اگر گرفتن اشده باشه پیامبر خدا بر از او مثلا حمله کرده با. اولین کار را که سنت نبی مکرم اسلام احیا کرد باز در قضیه عاشورا بود که امام حسین بود، گفت شما اول حمله نکنین، حمله نکنین، به خاطر که پیروی از سنت جد بزرگوارش بوده. خیلی قضیه مهم است. قرآن میگه بسم الله الرحمن الرحیم، و این جنح للسلم فجنح لها و توکل علی الله. اگر اونا پیشنهاد صلح اینا رو میداشته باشه، خودت از اونا بیشتر چیکو متواضع‌تر و بپذیر بیشتر، پذیرا باش صلحشون. پیام قرآن این است، وقتلوهم حيث ثقفتموهم، این دلیل گرفته بود اون مستشرق که درجه پیدا کردن شما کفار رو بکشین. در حال گفته بود آقا اول آیه را اگه بخوانی قضیه ازی تفسیر ازی یک بحث دیگه است. اما خوب دقت بکنیم، بعض اوقات میشه که در بین خود مسلمان کسایی هستن که فقط همین آیه را میره پیروی میکنن، در حالی که آیه اساس داره. ما شما قرآن سطحی فکر نکنیم، فقط همون جایی که خوشم آمد امور بر فایده ما بود بگیریم، دیگه شما کنار بگذاریم رفت تو اینو بعد کتاب و تکفرونه و بعد هم جایی که اساس و فایده این باشه امور رو بگیریم دیگه ترک بگیم. نه، قرآن یک بحر است. بله. بحر است. مطالعه قرآن، مطالعه شخصیت نبی مکرم اسلام از عناوین خوب باید مطالعه شود، از آدرس های خوب باید مطالعه شود قرآن. ای است که هر کس به زعم خود به تفسیر خود نباید قرآن رو تفسیر بکنه و بر حسب امون زمانه چیزی که دلش خواست او رو انجام بده. بله بله. لذا اگر ما بخوایم که دین ما قرار باید شد که دین ما یک دین آسمانی، دین افایی نبوده، دین صنعی نبوده، ساخته شده نبوده، حالا در وجه هم که نبی مکرم اسلام اولین آیه که میگه اقرا، یعنی بخوان. لذا دین است که ما را تشویق به علم میکنه. بعض اوقات بعض مردم فکر میکنه که نمی یک نفر دو آیه قرآن کفز کرد یا قاری قرآن شده گویا هیچ علم نیاز نداره، ضرورت نداره، یعنی فقط اگر هم سوال میشه فقط قاری تنها حفظ کرده. من این یقین دارم، من چندین بار میگم عزیزان ما که میاین در دامن قرآن و قاری قرآن میشن، من باز یک وصیت کوچک به نوجوانا دارم، اینا تو فکر نکنن قرآن که فقط حفظ کردن قرآن وظیفش تمام شد. بله. بالای مسئولیت نه، یک قسمت از کار از حفظ قرآن، یک قطره از یک بحر بسیار بزرگ. یعنی ما فکر نکن زمان قرآن ما حفظ کردن دیگه وظیفه ما فضل الهی تمام شده دیگه، هیچ وظیفه در مقابل نه. عموس که میگه لیست العباده بالکثرت الصلاة والصوم، این نیست که ما فکر کنیم تمام عبادت ما فقط نماز خواندن و قرآن خواندن، دیگه چیز ما نداریم. نه، رحم دل که جناب استاد گفتن و رحم دل بازم از جمله عبادات است که نبی مکرم اسلام انجام بده، میره به عیادت مریض، وظیفه و مسئولیت نه از اونجا آغاز میشه. صلت رحم اساس است در دین ما، صلت رحم داشته باشیم، صلت رحم اساس در دین نبی مکرم